همراهان همیشگی مکریان، درود بر شما. بیننده و شنونده آخرین اخبار کردستان ایران باشید. نخست سرخط خبرها. مجروح شدن یک کشاورز بر اثر تیراندازی در سردشت. خودکشی یک شهروند در پیرانشهر. انتقاد خسرو کردپور به کشتار کولبران در کردستان. آتش سوزی در مزارع شهرستان بدره از توابع ایلام. جان باختن یک کارگر در شهر ربط. یک کشاورز در منطقه مرزی سردشت مورد هدف گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. بر پایه گزارش رسیده به خبرنگار مکریان در سردشت، روز یکشنبه 27 مرداد ماه سال جاری در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی مستقر در منطقه مرزی بیژوه سردشت، یک شهروند به نام صدیق علی خانی از ناحیه پا به شدت مصدوم شد. بر پایه همین گزارش، نامبرد متأهل و صاحب 3 فرزند می باشد. با فرارسیدن فصل تابستان، هر سال تعداد زیادی از شهروندان سردشتی برای چیدن بلوط به جنگل‌های اطراف این شهرستان می‌روند و در برخی موارد با برخورد نیروهای مرزبانی روبرو می‌شوند. یک شهروند پیرانشهری اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. بر پایه گزارش رسیده به خبرنگار مکریان در پیرانشهر، روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه سال جاری، یک دختر به نام صبری اهل پیرانشهر اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. تا لحظه تنظیم خبر از علت یا علل خودکشی نامبرده اطلاعی در دست نیست. افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی به آینده و کمبود شادی در جامعه همچنان از عوامل مهم افزایش خودکشی در کردستان ایران به شمار می‌آید. مدیر آژانس خبری مکریان در واکنش به کشتار کولبران در کردستان، کولبری را محصول سیاست‌های تبعیض‌آمیز دانست. بر اساس اخبار منتشره، خسرو کردپور مدیر آژانس خبری مکریان و فعال حقوق بشر در مهاباد در توییتی به کشتار کولبران در کردستان اعتراض کرد. او نوشته است کولبری محصول سیاست‌های اقتصادی تبعیض‌آمیز، فساد اقتصادی گسترده، شکاف گسترده فقیر غنی و نگاه غیر مسئولانه و امنیتی مرکز به کردستان است. به جای کشتن کولبران برایشان شغل و امنیت فراهم کنید. 80 هکتار پس چرای مزارع کشاورزی شهرستان بدره ایلام تومه حریق شد. به گزارش منابع رسمی، جانشین انتظامی استان ایلام از آتش سوزی 9 خرمنکاه و 80 هکتار پس چرای مزارع کشاورزی در شهرستان بدره خبر داد. وی افزود با حضور به موقع عوامل منابع طبیعی و کمک‌های مردمی، حریق بدون خسارت جانی مهار شد. همچنین در ادامه تصریح کرد تحقیقات پلیس با همکاری دستگاه قضایی در خصوص علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است. یک کارگر اهل ربط حین انجام کار جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش رسیده به خبرنگار مکریان در سردشت، روز چهارشنبه 23 مرداد ماه سال جاری، یک کارگر ساختمانی به نام سلیم زارعی 47 ساله در پی ریزش خاک هنگام گودبرداری ساختمانی در ربط جان باخت. سالانه شمار زیادی از کارگران در کردستان ایران به دلیل نبود حداقل استانداردها در محل کار مصدوم می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. از همراهی شما سپاسگزاریم.